سلام دوستای عزیز، خیلی خوش آمدین در یک ویدیو دیگر از کانال هنری قاصدک. در این ویدیو آموزش همین مدل گلدوزی خامکدوزی از دستمال داریم. این یکی از دوستای ایرانی برای ما این ویدیو فرستاده بود که دستمال را برای ما آموزش بدی. این دستمال را از هموطنای ما هدیه گرفته، حالا میخواهد که خامکدوزی از این مدل را یاد بگیره و این ویدیو را خواسته بود که برای از ما ویدیو بگیره آموزش از این را. آموزش از این مدل خیلی دختش راحته، ما فقط با یک پارچه نیاز داریم که تار و پودی منظم داشته باشه، قابل دید داشته شه و از این نخ ها لازم داریم. این نخ ها در ایران به راحتی پیدا میشه چون این تولید خود ایرانه، فقط به صورت سه لایه یا ما باید اندازه که میخوایم به سوزن نخ کنیم، بریش کنیم، این را لایه هایش را از هم باز کنیم و سه بار از این نخ کنیم و استفاده کنیم. خیلی دختش خوب میه، نخش خیلی براق خوبه. وقتی به صورت سه لایش نه دیگر نخا نازوک میشه و خیلی دختش خوب میه. همینطور به صورت سه لایه کنار هم اگه بدوزیم دخت ما خوب نمیه، این خیلی نخش کلوفته. ما از این نخای نازوک هم دارم، ما از اینا استفاده نم، اگر از اینا تانستیم گیر بیاریم که از اینا بهتر از اینا میتونیم استفاده کنیم. اینجا شروع نیم به دوختن. این دوختیش خیلی راحته. اول همین دندانک هایی که در دو طرف از این دوخته شده ما از اینجا شروع نیم به دوختن. سر از این تارخ را زیر از دوخت ها ما یک چند تا زیر از دوخت هایی که بعدا انجام میدیم ما یک چند تا اینجا دوخت موریم که سر تار ما کامل اینجا محکم شنه. شروع نیم به دوختن. اول همین از گوشه دستمال شروع نیم به دندانک های دو طرفش اینجا گرفتم سه تا روی سوزن. بعد در کوگ بعدیش از او طرف ایر برابر کوگ مونیم، فقط فاصله زی کوگ با کوگ بعدی یک تاره. از این طرف در هر کوگ ما یک تار اضافه مونم، یعنی دخت اول از مو که سه تار بود دخت دوم از مو چهار تار میشه، دخت سوم ما هم پنج تار میشه. مو در هر کوگ یک تار اضافه مونم. در خامک دوزی هم باید تارهای دخت حساب شنه و هم باید تعداد زی کوک های ما حساب شنه. تا یک دخت خیلی خوب و تمیز داشته باشیم باید تعداد تارها و دخت ها را هر دو تار حساب کنیم، باید کم یا زیاد نشنه، اگر نه دخت ما خیلی قشنگ نمیشه. این دندانه را ما پنج دنه کوک به همین صورت کوک مونیم، یعنی او طرفش را برابر میگیریم، این طرفش را در هر کوک ما یک تار اضافه مونیم. پنج دنه کوکی به همین صورت کوک کدیم. بعد از او دوباره از اول شروع نیم، دندانک بعدی را از اول شروع نیم، سه تار میگیریم، بعد چهار تار، پنج تار، به همین صورت کوک مونیم. اگر خواستیم این دندانک ها کلانتر باید ما میتونیم که تعدادی بیشتری کوک کنیم. ما یال پنج تا کوک کنیم، مثلا میتونیم شیش تا، هفت تا یا به هر اندازه یک دوست داشتیم ما این را کوک کنیم. بعد دندانک بعدیش را به همون صورت. اگر خواستیم که کوچکتر باید که طبیعی که تعدادی دخت های خورم ما کمتر میگیریم، مثلا سه تا کوک مونیم، چهار تا کوک مونیم، هر اندازه یک دوست داشتیم. طبق از الگو ما همین پنج تا کوک، پنج تا دخت داشت، پنج تا دخت همی دندانکایش را این دوتا دندانش دختش ده. دندانه سوم را که شروع نیم مثل همون اول، اول سه تا روی سوزنه، بعد ده کوک بعدی چهار تار میشه، بعد پنج تار میشه، پنج تا به همین صورت. امید تمام از دندانک ها باید پنج تار کوک شنه و تعداد تارایش هم باید کاملا برابر باشه تا یک دخت از مو خیلی زیبا باید. این دختش خیلی راحته، امیدوارم که برای دوستان خسته کن نباشه. اون دوستانی که تازه میخواید خامکدوزی یاد بگیره باید بیشتر برایش توضیح بدیم، باید این بیشتر روی دخت زوم کنیم که مشخص تر باشه که برای چون بار اولشونه بیتنه این دخت ها را یاد بگیره و استفاده کنه. ایر دیگه به همین صورت ما این دندانک ها را
دوخته موریم تا هر اندازه ای که کار از مو با همون اندازه باشه. از این دوخت ها ما میتونیم در پایین شلوار کوک کنیم، برای یخن های مردانه که فعلا خیلی رسم شده از این مدل خامک دوزی، ما میتونیم به عنوان یخن مردانه کوک کنیم روی تیکه. هم میتونیم برای لباس های زنانه پایین دامن، سر آستین، پایین شلوار از اینا کوک کنیم. هم میتونیم از اینا روی پارچه های کوک کنیم که به عنوان کیف درست کنیم، چی کیف پول یا مثلا کیف های کلان برای گردن، هم برای گوشه دستمال. هر جا که ما دوست داشته باشیم میتونیم از این مدل خامک دوزی استفاده کنیم. دندانک ها به همین صورت دوخته میشه همه اش دیگه. این خیلی راحته، هم باید تعدادی تارهای خیلی حساب کنیم و هم تعدادی کوک ها حساب کنیم. همطور که دقت مونید سر دندانک های از ما کاملا برابره، بالا یا پایین نیسته، ای طرفشم به همون صورت کاملا از یک خط رفته، کامل برابره. هر به این صورت ما تا این اندازه دوختم، حالا موریم که از گوشه از این دوخت شروع کنم دندانک های این سمتش کوک کنم. اینش هم از همون کوگ اولیه که ما شروع دادیم سه تا روی سوزن، اینجا هم وصل به همون دوخت ما شروع نم. دوباره سه تا روی سوزنه، در کوگ بعدی چهار تا روی سوزنه، کاملا مثل دندانک های طرفی دوختم شه، وصله به همون دندانک ها. این طرف شده طرف خود خوریم، دفعه ما برابر میگریم، از او طرف شیده هر کوگ ما یک تار اضافه مونیم. اینجا هم ما پنج تا کوگ کوک کدوم، دوباره شیرونم از اول دندانه بعدی را. سه تا روی سوزن، بعد از این طرف شی کاملا برابر کوگ مونم، او طرف شی سه تار بود، بعد چهار تار، پنج تار، ده هر دوخت ما یک تار اضافه مونیم که تا پنج دنه دوخت شونه. پنج دنه دوخت شد، دوباره از اول شروع نم. فاصله از این دوخت با دوخت بعدی هم همهش یک تاره. ادامهش دیگه این به همه ایشی به همین صورت دوختمشه، از یاد نیاز به توضیح دادن نداره. در تصویر بیشتر مشخصه، اما خیلی روی ازی زیاد زوم کردم که تارهایش خیلی واضح و مشخص باشه. این پارچه تارهایشی به این واضحی نیست اصلیش. ما زیاد روی ازی زوم کدومی در دوربین خیلی مشخص معلوم میشه. ای دو طرفشی دندانک هایش ما به همین صورت به همین اندازه دوختم. زیاد بیشتر از این لازم نیست که بیدوزم، برای فیلم گرفتن همین اندازه به نظرم کافیه. حالا موریم که قسمتی داخل زیر کوک کنیم. داخل زیر ما از همین گوشه شروعیم بیدوختن. اینجا ما شش تار از اینجا به سمت زی دندانک جدا مونیم و شش تارم از اینجا در قسمتی وسط موریم. ایر که گرفتیم کامل 6 تار، این طرف هم اگه صاف باییم طرف از این دندانک هم 6 تاره، اگه طرف از این دندانک سمت راست باییم هم کامل 6 تاره. اینجا ما در واقع یک مربعی رو میگیریم که امو زیلهای زی، طول زیلهای زی 12 تاره. ما بعد قسمت وسط زیر پیدا کردیم که وسط شی مشه 6 تار، 6 تار روی سوزن میشه اگر مستقیم باییم از 4 طرف شی. بعد ما از هر جایش که دوست داشتیم میتونیم شروع کنیم به دوختن. ما اینجا از گوشه شروع کردیم، از یک گوشه زی مربع. همونطور که میبینید ما سوزن خرا از مرکز زی مربع میزنم و از اطرافش که در میروم اول از گوشه در آوردم، بعد در دوخت های بعدی دو تار با دوخت قبلی فاصله داره. اینجا هم مستقیم
ای همین چهار طرف شه که مستقیم میزنیم که دقیق شش تار میشه. حالا به این سمت به سمت چپ ما شروع نیم به کوکیدو دو تار فاصله داره. سوزن خرا از مرکز میزنیم از وسطیش. از اینجایی که بیرون میریم باید با دوخت قبلی دو تار فاصله داشته باشه. این را به همین صورت ادامه میدیم ما تا که طرفی راست از این سوراخ هم اینجا هم شش تار شنه. از اینجا که مستقیم ما سوزن خو میزنیم این برابر از این شش تار شده شه باید همی سر دوخت از موی گوشه. حالی دیگه ما ای را مستقیم زیل بعدیش را شروع نیم به کوکیدو. این زیلش تمام شد به همین اندازه. ما زیل بعدی زیرا شروع نیم به دوختن. از اینجا دیگه ایر به این سمت ادامه نمیدیم. به سمت یک زیل بعدیش را شروع نیم به این سمت کوک مونیم. اینجا دو تار فاصله داره ای طرفشی از مرکز سوزن خو میزنیم. از اینجایی که بیرون مونیم با دوخت قبلی دو تار فاصله داره به این صورت. این دقیق مثل یک مربعیه که همین زیل آیشی دوازده تاره. بعد ما اینجا روی سوزن از مو شیش تاره. ما از وسط از او شروع بدون به دوختن. کامل باید از وسط شروع کنیم به دوختن. ای را به همین صورت ما ادامه میدیم تا زیل بعدیش هم از همون مستقیم شیش تار شنه. از اینجا که ما مستقیم میگیریم این برابر از این شیش تار شنه این گوشه. دیگه ما ای را به این سمت ادامه نمیدیم. زیل بعدی را شروع نیم به دوختن. اینجا هم دو تار فاصله از این طرف ما کلن فاصله دوخت های ما دو تاره. ای را به این سمت ادامه میدیم تا نزدیکی خود همین دندانک ها. بعد زیل بعدیش را شروع نیم به دوختن. ایر به همین صورت دوختم تا نزدیک از دندانک ها را در این گوشش رسید. حالا زیل بعدیش را که کنار از دندانک های این زیلش را کوک مونیم تا همون گوشی اولیه. این موی دوختش هم خیلی راحته. ما از اینا کنار هم به هر اندازه که خواستیم کلانی دوخت از مو باشه ما از اینا کنار هم کوک مونیم. در نمونه که دیدیم از این چند ردیف در پنجش ردیف دوخته شده بود ولی اینجا ما فقط در دو سه ردیف کوک مونم. یک دو سه تا برای نمونه که کوک کدوم کافیه چون ما ایر نمیخواییم که چیزی جور کنم. فقط یک فیلم آموزشی میخواییم ازش بگیرم. پس یک دو سه تا از این مدل نمونه که دوختم کافیه چون دوختش خیلی راحته. یک دنر که دوختم به این صورت شده نرماز دیگری دورش کوک مونیم مورم که یک چیمی دیگر کوک کنم. از اینجا ما از هر طرفیش ما شیش تار جدا کردم. از سمت راستم شیش تار از کنار ازی، از سمت چپم از کنار از دندانه ها هم شیش تار جدا کردم که از وسطش پیدا کنم. حالا اینجا وسطش پیدا شد شروع نم از این گوشه به دوختن. اینجا هم همه ایشی سوزن خر از وسط میزنم. از اطرافش که در میروم دو تار با دوخت قبلی فاصله داره. ایش هم کاملا مثل همون قبلی دوختم شه. از مرکز میزنم از اطرافش که در میروم دو تار با دوخت قبلی فاصله داره و بایدی مراعات کنیم که همه اطرافش همه ایشی شیش تار شنه. طرفی گوشه هایش که میم تعداد تارایش بیشتر میشه ولی همون مستقیم که موریم از وسط در چهار طرفش مستقیم که موریم شیش تاره. ایرم مثل همین قبلی هم میدوزیم. در کنار از این ما چند تا از اینا کوک مونیم. بعدیش با یک رنگ دیگه او رنگی که در ویدیو بود نمونه که ما در اول ویدیو گذاشته بودم در رو بود. ما از اون نخ ندارم. ما از یک نخی زرد میخواییم استفاده کنم برای خانه بندی ازی. بعد از اون نخی زرد کوک مونم و بعدیش دوخت هایی که داخل از اون لیسی هایی که داخلش کوک کرده بود و هم در ادامهشی در ویدیو نشان میدیم. این طرفشم که وصله به همین
جیمی که در اول ما دوخته بودیم، این طرفی روز دوری کار از مویه، روز دوری کار به این صورت میشه. اینجا اگر ما خواستیم این چشم هایی که اینجا ما دوختیم این کوچکتر باید، ما میتونیم تعداد از این تارا را کمتر بگیریم. مثلا از وسط که میزنیم مایل 6 تار گرفتم، میتونیم 4 تار بگیریم که اینا کوچکتر باید. اگر پارچه ما درشت باشه میتونیم میرا کوچکتر بگیریم. اگر پارچه ما باز خیلی تارش ریز باشه میتونیم ما ایرا کلانتر بگیریم. جای 6 تار مثلا میتونیم 8 تار بگیریم. ای یکیش را ما از اطرافش سوزن میزنیم، از مرکزش در میروم. اگر به این صورت هم میتونیم میره بدوزیم، اگر به این صورت بدوزیم امی سوراخی که در وسط از ایجاد میشه این سوراخش کوچکتر میه، ولی باید کاملا مثل همون قبلی ها دختش نه. دختهایی که از اطراف میزنیم دو تار با همدیگه فاصله داره و از یک نقطه باید خارج چنه سوزن از وسطش. یکیش را ما به این صورت دختم، میتونیم که ایره به این صورت هم بدوزیم. این دیگه دختش خیلی راحته، واقعا دیگه زیاد نیاز به توضیح دادن نداره. همه ایش ما از اینا در کنار هم به هر اندازه ای که دوست داشتیم ما میتونیم بدوزیم. به طبق الگویی که این دستمال بود ما میتونیم که کلن خانه‌بندیش را ما با استفاده از همین چشمهایی که میدوزیم با استفاده از همینا ما این را خانه‌بندی کنیم و بعد داخلش را پر کنیم و پر کردن داخلش را ما نشان میدیم. این دختش خیلی راحته. این به این صورت دخته شد، این یکیش هم تکمیل شد. این طرفی روست دوری کاره، طرف روست دوری کار از مو کاملا تمیزه. ما از دیگری دورش کب مونم، اینجا که سر تارخ را زیر زی دخت ها محکم مونم، این نخیم تمام شد. سر زیر زیر زی دخت های قبلی محکم مونم، از طرفی برعکسش که سر تار از مو باز نشنه که دخت ها خراب میشه. این طرفی روست ورشه، طرف روست ورشی کاملا تمیزه. هیچ دیگه او تارایی که از اون طرفش دخته بودیم دیده نمیشه. حالا ما یک ردیف دیگه هم رویش دختم به اون صورت. اون تار، اون پارچیز ما خیلی تارش نزدیک هم بود، دید نداشت. ما نمیخوایم برای گرفتن ویدیو چشم های ما اذیت شونه. روی یک پارچه دیگه که تارهای درشت‌تر داره ما روی زو همی را به همون صورت دختم. حالا ادامهش میخوایم که روی زو پارچه بدوزم. ردیف بعدیش را ما سفیدش رو به همین اندازه کافیه، چون که ما ایر واقعا برای ما کاربرد نداره، میخوایم فقط برای ویدیو جور کنم. ردیف بعدیش را ما با یک رنگ نخ دیگه استفاده نم. او مدلی که در ویدیو بود، مدلی که در اول ویدیو بود ما از رنگ نخ نداشتم، ما از رنگ زرد استفاده نم که با همینم اگر بدوزیم با همینم خیلی قشنگ میه. اینجا شروع نم. ایش رم کاملا مثل همون سفیدا که دخته بودم مثل همونا. ما وسطش پیدا بدم که اطرافش کامل 6 تار 6 تار باشه. حالا شروع نم به دختن. از مرکز چه میزنم، از اطرافش که در میروم دو تار با دخت قبلی فاصله داره. به این صورت ایرم ما کامل اطراف زیر کوب مونم. یک طرف یک زلش دوختم، زل دیگهش را تا آخرش را به همین صورت میدوزم. اگر ای را اشتباه نکنیم تار کم یا زیاد نشنه، اینا کامل کنار هم قرار میگیره. این دوخت ها کامل کنار هم قرار میگیره و یک ردیف که دوختیم، ردیف بعدیش هم کاملا طبق از او چی میشه، کنار هم چیده میشه و دوخت از مو کاملا بدون عیب و زیبا میه. اینجا باید هم تعدادی دخت ها و هم تعدادی تارها را کامل حساب کنیم.
یکیش را ما از گوشه شروع نکرده بودم. اردوختیم کامل شد این روز طرف کارا به این صورت شد. این خانه های خالیش اینجا را ما به همین صورت با این رنگ کوگمونم. اینجا ما با رنگ زرد این کنار از سفیدار دوختم. این خانه بندیش را انجام دادم تا همین اندازه را. در اون مدل که گفتم اونجا بیشتر بود تعداد دخت سفید های شیر، با همین اندازه ما خانه بندی کردم. بیشتر از این نمیخوایم کوک کنم. اینا دیگه کاملا مثل همینا دوختم شه، خانه بندیش جور شد. حالا میخوایم که داخل از این را پر کنیم. پر کردن داخلش هم خیلی ساده و راحته. اینجا شروع نیم، اول چهار تا روی سوزن میگرم، بعد کوک بعدی را دو تا روی سوزن. فاصله زی کوک با دیگه کوک هم که همهش یک تاره. یکش چهار تا روی سوزن، یکش دو تا روی سوزن. چونی میخوایم که کوک ها همهش چهار تا روی سوزنه، دختش خیلی راحته، ولی خوب به صورتی بالا و پایین دختم شه. یک کوک بالا، یک کوک پایین دختم شه. اینجا ما یکش را دو تار میگرم، یکش چهار تار میگرم که به همین صورت به صورتی دندانه که یکش بالا یکش پایینه یه جور شنه. ردیف های بعدیش دیگه همه ایشی چهار تار روی سوزنه. این طرفی روست اور کار از مویه، ردیف اول دندانه به این صورت شد. حالا شروعنم ردیف بعدیش را از روی از اینا دقیقا. اینا ایش دیگه همه ایشی چهار تا روی سوزنه، فقط یک دخت بالا یک دخت پایین، دقیق روی همون دخت های قبلی کوک مونیم. یک تار فاصله داره بین کوک ها. بعد همه ایش هم که چهار تا روی سوزنه، یک کوک بالا یک کوک پایین دختم شه. یعنی در کوک اول که چهار تا روی سوزنه، در کوک بعدی باز دو تار از این دخت قبلی رو میگیریم، دو تار دیگه از پایین اضافه مونیم رویشی. در کوک بعدیش دوباره دو تار از همون دخت قبلی رو میگیریم، دو تار از بالا رویش اضافه مونیم. ردیف های بعدیش دیگه همه ایشی به همین صورت دختم شد. داخل در تصویر خیلی مشخص تره. پارچه های از من به این واضحی که اینجا هست نیسته. اینام تارشی مثلا دیدیش کمه، ولی ما خیلی تلاش کردم که اینجا روی دوربین خیلی زوم کردم که واضح باشه برای دوستا، خیلی مشخص باشه که به راحتی بتونه اینا را یاد بگیره و بدوزه. به خاطر همون فضای دوربین خیلی کوچیک شده و یک مقدار فیلم برداری هم مشکل شده. یک کوچی که ما دست تکان میدیم از فضای دوربین خارج میشه، چون خیلی رویش زوم کردم که خیلی واضح و مشخص باشه. این دوست عزیز ما یک پارچه را عکسش فرستاده بود، میگفت روی زی نمیشه دخت، روی همونم موشه دخت، فقط باید اول روی پارچه هایی که تارهای درشت‌تر داره بدوزیم تا این مدل گلدوزی ها رو کامل یاد بگیریم، بعد روی همون پارچه هم میشه دخت. این پارچه ما خیلی فرق نداره. من در دوربینی رو خیلی زوم میکنم، تارهای زی خیلی درشت میشه، ولی در واقع پارچه تارهایش به این درشتی نیسته. این روستوری کار از مویه، روستورش به این صورت شد. دیگه داخل زی خانه را کامل به همین صورت ما پر مونیم. دیگه اینجا جای خالی اصلا نمیمانه. از طرف روستورش که نگاه کنیم تارهای پارچه اصلا دیده نمیشه، فقط کنار هم ما به همین صورت کوک مونیم. این ردیف شده که روی از این مربع میخواییم کوک کنیم. اینجا هم یک کوک از مو دو تا روی سوزنه، یک کوک هم چهار تا روی سوزنه که همون دندانک هایی که به صورت بالا و پایینه این ردیف ایجاد شده، مثل هم ردیف اول که اینجا دوختیم. اینجا هم یک کوک از مو دو تاریه، یک کوک چهار تاری. این ردیف را که تا آخر دوختیم، بعد دیگه همون حالتی بالا و پایین ایجاد شده. ردیف بعدی دیگه همه ایش را ما چهار تار میگیریم، چهار تار روی سوزن که یکیش بالا یکیش پایین. همه ایش این خیلی دختش ساده و راحته، فقط باید اول اینا را روی پارچه های بیکاره تمرین کنید تا کامل خوب یاد بگیرید و
بعدش هر مدل گلدوزی، هر لباسی که خواستید درست کنیم میتونیم به راحتی اینا را کوک کنیم. اینجا هم تعدادی تارها کامل حساب شده یا بالا و پایین نیست. شما اگر دقت کنید همین ردیفی که ما در رو میدوزم، سر تار از من هیچ کدومش بالا، سر دخت های از من هیچ کدومش یک تار بالا یا پایین نیست. همهش کامل برابر از یک ردیف رفته. ایرا تا آخرش را ما به همین صورت کوگمونم. بعد این طرفی سمت چپ زیر ما ردیف زیریش رو کوک نکرده بودم، این ردیف زیری زیرم کوک مونم. بعد ادامهشی در رویشی ردیف های بعدی رو کوک مونم تا کامل داخل زی خانه که ما به این صورتی که جور کدیم داخل زی خانه کامل پرشنه. بعد اینجا ما فقط یک خانه پر مونم و اینا رای مربع هایی رم که کوک کدوم، یک دو سه مدل کوک کدوم، همه ایشی دیگه به همین صورت دختم شه. اونایش دیگه طبق الگو و طبق میل و سلیقه خودمون که خواستیم چقدر مثلا کوک از مو زیاد باشه یا کم باشه میتونیم تنظیم کنیم و بقیش بدوزیم، چون همه ایش دیگه مثل هم دختم شه. اگر ما کامل و گوشه دستمال را در ویدیو بگیرم کامل پر کنم و خیلی طولانی و خسته کن میشه، دیگه لازم هم نیسته. همین یک مدل دو مدل نمونه که ببینیم دیگه یاد میگیریم و بقیش دیگه میتونیم خودمون کوک کنیم. و ردیفش کوکتم، حالا این ردیف زیری زیره اینجا را ندوخته بودم، حالا اینجا را میدوزم. اینجا هم یکش چهار تا روی سوزن، یکش دو تا روی سوزنه. این داخل از خانه را ما دیگه تا آخرشی به همین صورت پرمونم. اینش دیگه کاملا راحت و واضحه. اینجا هم اگه تار از مو تمام شد، نخ از مو تمام شد، در زیر از دوخت ها مو از طرفی برعکس کار از طرف دیگری دورشی، ما سر دی نخ را زیر دی دخت ها محکم مونیم و دوباره نخ مونیم. نخ بعدی هم میتونیم زیر دی دخت ها محکم کنیم. باید حتما سر دی نخ را چند دور زیر دی دخت ها محکم کنیم که هم دخت از مو راحت باز نشنه، خراب نشنه. اینایش دیگه همه ایشی به همین سادگی دوختم شد تا کامل داخل ازی پرشنه. دخت از مو تا این اندازه تکمیل شد. حالا سر از این تارهای خره کلن از طرفی برعکس کار از طرف دیگری دورشی، ما زیر از این دخت ها محکم مونیم. این روز دور کار از مایا روز دورشی کاملا تمیزه و بدون کدام تار و تار اضافه. میتونیم دیگه ادامهش را همهش به همین شکل دختم شد. شما ادامه بدید را کلانتر بدوزید. ما تا همین اندازه دختم. اگر ما اینجا بخوایم که همه از رو کامل بدوزم، این ویدیو از ما خیلی طولانی و خسته کن میشه. دیگه همهش تکراری مثل همه، همهش به همین صورته. امیدوارم که این ویدیو هم برایش مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعد، خدا حافظ.